سلام دوستان خوبم. هلو زوزم. امروز این درس رو آماده کردیم تا جمله ها و عبارت های آلمانی رو برای دلداری دادن و امید دادن به کسی یاد بگیرید. تو این درس همچنین یاد میگیرید چطور به آلمانی تشویق کنید و چطور از کسی تعریف کنید و آفرین بگید. خوشحال میشیم قبل از شروع درس ویدیو رو لایک بزنید و اگر هنوز عضو کانال نشدید عضو بشید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید و زمانی که منتشر شدن خبردار بشید و تماشا کنید. Toll. Toll. به معنی عالی یا خیلی خوب هست. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. مترادفش هست به معنی عالی، خیلی خوب. Super. Super. این کلمه هم به معنی عالی هست. Hast du das wirklich ganz allein gemacht? Hast du das wirklich ganz allein gemacht? آیا واقعا این کار رو خودت تنها انجام دادی؟ Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. من تو رو خیلی دوست دارم. Ich habe Vertrauen zu dir. Ich habe Vertrauen zu dir. یعنی من به تو اعتماد یا باور دارم. از اون جهت که میدونیم از پس کاری که قرار انجام بدی برمیای. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. یعنی من باورت دارم یا من به تو باور دارم. Glaube an dich selbst. Glaube an dich selbst. یعنی خودت رو باور کن یا به خودت باور داشته باش. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst. من میدونم که تو میتونی. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. من به تو افتخار میکنم. Ich mag das sehr. Ich mag das sehr. من اونو خیلی دوست دارم. Ich bin sicher, dass du das gut machen wirst. Ich bin sicher, dass du das gut machen wirst. من مطمئنم که تو اونو به خوبی انجامش میدی. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. همه چی درست میشه. Weiter so. Weiter so. به معنی ادامه بده هست. تو فارسی میگیم با همین فرمون ادامه بده. میتونیم هم بگیم Mach weiter so. Mach weiter so. این جمله هم به معنی ادامه بده هست. Gib nicht auf. Gib nicht auf.
به معنی تسلیم نشو هست. Vielen Dank für dieses schöne Geschenk. Vielen Dank für dieses schöne Geschenk. ممنون برای این هدیه زیبا. Das ist aber ein schönes Geschenk. Das ist aber ein schönes Geschenk. این واقعا یه هدیه زیبا هست. Das hast du fein gemacht. Das hast du fein gemacht. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. یعنی تو اونو عالی یا خوب انجام دادی. میتونیم هم کوتاه بگیم gut gemacht. Gut gemacht. اون وقت میتونیم معنیش کنیم آفرین، احسنت. Wo hast du denn das gelernt? Wo hast du denn das gelernt? از کجا یادش گرفتی؟ Du bist ja ein richtiger Koch. Du bist ja ein richtiger Koch. یعنی تو یه آشپز واقعی هستی. Du kannst wirklich gut kochen. Du kannst wirklich gut kochen. تو میتونی واقعا خوب آشپزی کنی. میتونیم هم معنیش کنیم تو واقعا در آشپزی مهارت داری. Du bist fleißig. Du bist fleißig. یعنی تو سخت کوش یا زحمت کش هستی. Du hast dir viel Mühe gegeben. Du hast dir viel Mühe gegeben. اگر کلمه به کلمه معنی کنیم میشه تو به خودت خیلی زحمت دادی. اما تو فارسی معنی این جمله میشه تو تلاش زیادی کردی یا تو خیلی زیاد تلاش کردی و زحمت کشیدی. Du bist sehr klug. Du bist sehr klug. تو خیلی باهوش هستی. Du schaffst das. Du schaffst das. این جمله یعنی تو از پسش برمیای یا تو میتونی انجامش بدی. دوستان عزیزم، این بود درس امروز ما. امیدوارم همیشه تو زندگی، درس و کار موفق باشید. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.